سوره نمل و سوره قصص جزء 20. سوره نمل آیه 89 تا 93. سوره قصص آیه 1 تا 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون هر کس که نیکی آورد پس پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از وحشت آن روز در امان هستند و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و هر کس که بدی آورد پس چهرهشان در آتش نگونسار شود و به آنها گفته می شود آیا جزایی جز آنچه می کردید به شما داده می شود؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ای پیامبر بگو من فقط مأمورم که پروردگار این شهر را عبادت کنم همان کسی که این شهر را حرمت بخشید و همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمانان باشم و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فقل إنما انا من المنذرین و این که قرآن را تلاوت کنم پس هر کس هدایت شود به نفع خود هدایت شده است و هر کس که گمراه گردد بگو من فقط از هشدار دهندگان هستم و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون و بگو حمد و ستایش مخصوص خداست به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد. پس آنها را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان طاسیم تا سین میم تلک آیات الكتاب المبین این آیات کتاب مبین است نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می خوانیم برای گروهی که ایمان می آورند إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين بیگمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد گروهی از آنها را به ضعف و ناتوانی می کشاند پسرانشان را سر می برید
و زنانشان را برای خدمت زنده نگه می داشت، بی تردید او از مفسدان بود. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. و می خواهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شده اند منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و آنان را وارثان زمین قرار دهیم.